سلام بچه ها، به کانال ورد آف اکس خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز براتون یه ویدیو جالب در مورد 10 کاری آماده کردم که میتونید اونا رو بعد از اینکه لول آخر رسیدید انجام بدید. یکی از بهترین حسات یه بازی ها از نظر من اینه که به ماکسیموم لول برسید و خب بعضی وقتا شما میتونید دست به کارهای باحالی بزنید. من امروز به 10 تاشون اشاره میکنم. شماره 10، ویچر 3. افراد خیلی کمی هستن که توی بازی ویچر 3 به لول آخر برسن، چرایی که خیلی خیلی طول میکشه. لول آخر با توجه به اکسپنشن بلاد اند واین که عرضه شده توی این بازی 100ه. خب اگر شما ویچر 3 بازی کرده باشید احتمالا بدونید که یک کمپ نیلفگاردیا وجود داره که توی اون شما اگر دست از پا خطا کنید اون نگهبانا میتونن دهنتون رو سرویس بکنن، چرا که این نگهبانا توی بازی ویچر 3 واقعا قوی هستن. وقتی که لول شما ذره بالاتر بره شاید بتونید یکی دوتا از اونا رو شکست بدید، اما اگه همشون بریزن سرتون واقعا دهنتون سرویس میشه. اما اگر شما به لول آخر برسید، بیلدی که انتخاب کرده باشید درست درمون باشه و از آیتم و زره خوبی هم استفاده کرده باشید، اون موقع به راحتی میتونید برید توی این کمپ و همه را با دو سه تا ضربه بکشید. یعنی اولا بازی ویچر 3 رو تبدیل بکنید به داینستی واریور، چرا که انقدر راحت میتونید این سربازا رو از پا در بیارید. همونطور که گفتم اینا اول بازی دهنتون رو سرویس میکنن، شما در این حالته که میتونید فقط اینطوری بکشیدشون. شماره 9، Elder Scrolls 3 Morrowind. خب توی لیست امروز خودمون به بازیه که توسط بثزا ساخته شده زیاد اشاره میکنیم. یکی از چیزهایی که داخل بازیهای قدیمتر Elder Scrolls، یعنی حتی تا Oblivion هم وجود داشت، یک استاتس بود به اسم آکروبات. اگر شما اونو زیاد میکردید کاراکترتون میتونست بیشتر بپره. توی بازی Elder Scrolls 3 میتونستید آکروبات رو تا لول 99 بالا ببرید که خب برخلاف بقیه بازی ها توی Elder Scrolls هرچی شما از اون لول استفاده بکنید اون لول آب میشه، یعنی در طول بازی هی بپرید تا اینکه بالاخره آکروباتتون به 99 برسه. اینجاست که شما میتونید پرش های خیلی بلندی انجام بدید. چقدر بلند؟ این که مثلا کل یک شهر رو خیلی راحت عبور بکنید. فقط یه ایرادی که داره اینه که زمانی که شما اینطوری پریدید عملا دیگه کنترل کاراکترتون رو به دست ندارید، نمیتونید اونا هر جایی که خواستید فرود بیارید. از اینجا به بعد همش میشه الله بختکی. شاید اگه کسی الان به این بازی نگاه کنه فکر میکنه با ماد اینو درست کردن، اما نه، این رسما فیزیک اصلی خود بازی بود و میدونم احمقانه به نظر میرسه، اما انصافا استفاده کردن ازش خیلی حال میده. شماره 8، Divinity Original Sin 2. برخلاف دوتا بازی قبلی که بهتون اشاره کردم ماکسیموم لول توی این بازی خیلی پایین تره، لول 23، که خب رسیدن به این لول از اون دوتای بالایی واقعا کار سختری میخواد. شما عملا هر کوست و ساید کوستی که داخل بازی وجود داره رو باید انجام بدید، همه چالش ها تا شاید بالاخره به زور بتونید به لول 23 برسید. خب اینجاست که میتونید دست به یک حرکت خیلی جالب بزنید. یکی از لول هایی که داخل این بازی وجود داره و شما میتونید اون رو تقویت بکنید تلکنیسه، این که بتونید اجسام رو به راحتی بلند بکنید. در نگاه اول این شاید به درد حل کردن پازل ها بخوره، اما یک روش خیلی باحالی وجود داره که شما میتونید با استفاده از اون هر دشمنی که داخل بازی وجود داره رو بکشید. زمانی که شما به لول آخر رسیدید میتونید تقریبا هر آیتمی رو بلند بکنید و توی این بازی هر چی آیتما سنگین تر باشن دمج بیشتری رو به حریف وارد میکنید. از اون باحال تر چیه؟ این که شما رسما میتونید هر آیتم سنگین رو بردارید و بعد اون رو داخل اینونتوری خودتون بذارید. یهو وسط فایت میتونید دوتا جعبه گنده رو در بیارید و بعد بندازید روی سر دشمنا و اونا با یک ضربه میمیرن. شماره 7، Elder Scrolls 5 Skyrim. اما خب حالا میریم سراغ محبوب ترین بازی که بتلزا ساخته، اسکایریم. توی این بازی هم شما میتونید بیلدای احمقانه زیاد رو درست بکنید، اما بدون تردید اوورپاور ترین بیلدی که داخل این بازی وجود داره مربوط به اسنیک و یا همون مخفی کاری میشه، چرا که شما اگر قابلیت اسنیک خودتون رو تا اون آخر لول اپ بکنید اون موقع است که دیگه رسما تبدیل میشید به یک انسان نامرئی. میدونید از هیچ پوشن جادویی هم استفاده نمیکنید، فقط کافیه روی زمین بنشینید، اینطوری دیگه هیچ کس شما رو نمیبینه. انقدر قوی میشید، با یک ضربه میتونید از پشت هر کسی رو بکشید. و از اون جالبتر میدونید چیه؟ این که توی روز روشن شما میتونید بشینید و هی به طرف ضربه بزنید و اون با خودش بگه اه من از کجا دارم ضربه میخورم، باید باد باشه. آره این یکی هم واقعا احمقانه به نظر میرسه، اما انصافا اینجور چیزاست که بازی رو به نظرم باحال میکنه. این که شما ببینید لول اپ کردن یه تأثیری داره و میتونید ازش این استفاده های خیلی خنده دار رو انجام بدید. شماره 6، Assassin's Creed Odyssey.
توی این بازی ماکسیموم لولی که شما میتونید بهش برسید لول 99. ولی آیا نیاز به این لول برسید تا بتونید بازی رو تمام بکنید؟ نه. شما به لول 25 برسید راحت میتونید همه مراحل بازی رو انجام بدید. و خب بیشتر افراد اگر بخواید همه مراحل فرعی رو هم انجام بدن شاید به لول 50 برسن. از اونجا به بالا دیگه کار خیلی سختی میشه. و خب یه چیزی که در مورد اساسن اسکرید اودیسه وجود داره اینه که دشمنان دقیقاً با شما لول اپ میشن. یعنی امکان نداره که دشمنی لولش از شما پایین‌تر بشه. اما استاتس شما بیشتر از اون افزایش پیدا میکنه. به همین دلیل وقتی که شما به لول 99 رسیدید میتونید به سخت‌ترین قسمت‌های بازی از جمله پایتخت اسپارتا برید و بعد شروع بکنید به سلاخی کردن اونا. عملاً هیچ کاری از دستشون برنمیاد. حتی اون مرسنری‌هایی که از شما اکثرا قوی‌تر هستن هم اینجا حرفی برای گفتن ندارن و شما میتونید اونا رو هم به راحتی شکست بدید. شماره 5، فالات 4. زمانی که بازی فالات 4 عرضه شده بود خیلی گفتن این بازی RPG نیست. میدونید توی بازی های RPG اینطوریه که شما فقط میتونید یک سری لول خاص رو به حد اکثر برسونید، یعنی یک رولی رو انتخاب میکنید و بعد به جاش بازی میکنید. به همین دلیل بهش میگن رول پلیینگ. اما بازی فالات 4 عملا بهتون اجازه میده هر اسکیلی که داخل بازی وجود داره رو تا آخر ماکسیمم لول بیارید بالا. این قضیه خیلی کار دشواریه اما شدنیه. ولی خب بیاید ببینیم وقتی شما به لول آخر رسیدید چه اتفاق میفته. شما به راحتی میتونید هر دشمنی رو بکشید. این اصلا چیز خاصی نیست. اما یکی از دیوونه کننده ترین اتفاقایی که داخل بازی میفته اینه که شما رسما تبدیل میشید به یک تانک. هیچ چیزی نمیتونه بهتون صدمه بزنه. حتی اون بمب‌های هسته‌ای، اون مینی نوکایی که معمولا میوتن تا دستشون میگیرن و بعد کامیکازه تور به سمتتون حمله میکنن و خودشون رو منفجر میکنن. در حالت عادی اگر اونا به شما میرسیدن شما به راحتی میمردید. ولی حالا که لولتون به ماکسیمم رسیده حتی ختم روتون نمیافته. یه ذره هم هلزتون کم نمیشه. دقت داشته باشید که شما حتی آرمور هم ندارید و بدون هیچ ذره‌ای انقدر تانک هستید. شماره 4، اندرتیل. خب داستان اندرتیل با بقیه بازی‌های RPG که توی این لیست وجود داره یه ذره فرق داره. توی اون بازی هم سیستم لول اپ وجود داره و بهش LD گفته میشه. اما دقت داشته باشید که اگر شما بخواید به بهترین پایان بازی دست پیدا بکنید، نباید اصلا لول اپ بکنید. نباید هیچ کسی رو بکشید. این یعنی تا آخر باید لول 1 باقی بمانید. اما چه اتفاقی میفته اگر شما بخواید همه رو بکشید و خودتون رو لول اپ بکنید؟ شما ممکنه تا به لول 20 برسید. و خب برای این کار همه هیولاها و همه باس‌ها رو باید بکشید. این قضیه باعث میشه تا پایان بد نصیبتون بشه. جایی که شما یک باس فایت خیلی ویژه میاد سراغتون. سنس. شما فقط زمانی میتونید به این باس فایت برسید که همه هیولاها رو بکشید و میتونید منطقا به لول آخر برسید. این باس فایت حسابی دشواره. یعنی همون اولین اتکی به شما میده شاید 5-6 بار طول بکشه تا بتونید ازش جا خالی بدید. از نظرم این یکی از بهترین اتفاقاییه که برای پلیر زمانی که به لول آخر رسیده میتونه رخ بده. یک جور باس فایت ویشه. شماره 3، Dark Souls 3. برخلاف بقیه بازی‌های RPG که معمولاً لول 99 و یا 100 و یا میتونید 20 لول آخرشونه، لول آخر توی بازی Dark Souls 3 802. شما باید همه استاتسی که داخل بازی وجود داره رو به لول 99 برسونید تا اینطوری ماکسیمم بشید. خب برخلاف بقیه بازی اینطوری نیست که شما عملاً یک تانک بشید. با این حال میتونید توسط باس‌ها کشته بشید. اما یه اتفاق خیلی خوب میفته. اینکه شما تقریباً میتونید هر باس رو با 3-4 تا ضربه بکشید. گاندی رو یادتونه؟ همون باس اول که دهن خیلی را سرویس کرده بود. عملاً اینجا با یک یا دو ضربه شما میتونید کار اون رو تمام بکنید. شما در اینکه به لول آخر برسید تقریباً 3 بار باید بازی تموم بکنید. اما دفعه بعد خیلی دیگه بهتون حال میده. چرا که اون باس هایی که شاید ساعت ها سرشون گیر افتاده بودید و حالا میتونید در عرض چند دقیقه بکشید و میتونید یک حس رضایتی رو بهش دست پیدا بکنید. شماره 2، فالات نیو وگاس. خب بازی فالات نیو وگاس توسط بثزدا ساخته نشده، توسط بثزدا منتشر شده، اما استودیو اوبسیدین اون رو درست کرده. یه استودیویی که رسما بلده بازی های RPG درست بکنه. همین دلیل برخلاف اسکایریم و یا فالات 4 شما نمیتونید همه اسکیل هایی که داخل اون بازی وجود داره رو به لول آخر برسونید. شما منطقا باید یک رولی رو انتخاب بکنید. خب پس بهتره برید سراغ رول آن آرمد، یعنی بدون تفنگ. شما میتونید بازی رو فقط با مشت زدن تمام بکنید. فقط کافیه همه اسکیل های خودتون رو برزید پای آن آرمد و لاک. اون موقع یک سلاح نزدیکزن خیلی خوب مثل پانچر پیدا بکنید و بعد بیفتید سراغ دشمنا. با ضربه مشت اونا رو بتر کنید. سیستم لاک و یا همون شانس باعث میشه که شما احتمال کریتیکال زدنتون بیشتر بشه. و خب وقتی که ضربه شما شامل حال کریتیکال بشه دیگه زره نمیتونه بخشی از اون رو دفع بکنه. دمیج کامل به حریف وارد میشه. اینطوری شما میتونید سخت‌ترین دشمنایی که داخل اون بازی هستن رو با چند تا آپرکات باحال بکشید که به نظر من خیلی خیلی میتونه رول باحالی برای بازی کردن باشه. شماره 1،
فاینال فانتزی 15. یکی از احمقانه ترین باس هایی که من به عمرم دیدم داخل بازی فاینال فانتزی 15 وجود داره. آدامانتایز، همون لاک پشتی که رسما از دور بهش نگاه بکنید فکر میکنید کوهه. باسی که به معنای واقعی در حد اندازه یک کوهه و اگر شما بخواید در حالت عادی اونو شکست بدید چند ساعت طول میکشه. این عوضی هلسش 5 فاکینگ میلیونه. فهمیدونید باس آخر بازی هلسش چقدره؟ 200,000 تا. این یکی از سخت‌ترین باس‌های اختیاریه که توی کل بازی‌های ویدیویی وجود داره و شکست دادنش به هیچ عنوان کار هر کسی نیست، چرا که هیچ کس حوصله نداره چند ساعت بخواد با یک باس مبارزه بکنه. اما خب موضوع اینجاست، اگر شما بتونید به لول آخر برسید و از بیلد درست درمون استفاده بکنید خیلی راحت‌تر میتونید این باس رو بکشید. میدونید اون چند ساعت تبدیل میشه به 4-5 دقیقه. آره، این حسو با هیچی نمیشه عوض کرد. بازی که قبلا چند ساعت طول میکشه شکست بخوره، اما حالا دیگه 5 دقیقه. خب بچه ها، اینم از ویدیو امروز ما. امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. شما هم نمونه دیگه سراغ دارید؟ اگه آره توی کامنت بهش اشاره بکنید. در هر حال اگر با این ویدیو حال کردید لایک و سابسکرایب فراموش نشه. آرزو میکنم زاخبی داشته باشید و تا قسمت بعد خدا نگهدار.